جمله بعدی رو ببینید. Sarah doesn't answer the phone. Don't you think she for school? گزینه یک should have left مصلحت. گزینه دو might leave احتمال. گزینه سه must leave اجبار. میگی چرا استنباط نه، برای اینکه شرطی کامل نیست اصلا. گزینه چهار may have left احتمال. با تک تکشون معنی کنم بگید کدوم. سارا جواب تلفن رو نمیده. فکر نمی کنی بهتر بود بره مدرسه؟ فکر نمی کنی احتمالاً بره مدرسه؟ فکر نمی کنی باید بره مدرسه؟ فکر نمی کنی احتمالاً رفته مدرسه؟ کدوم گزینه؟ خودشه. چهار، فکر نمی کنی احتمالاً رفته مدرسه؟ یعنی چی؟ یعنی احتمال 70% می دید که رفته مدرسه. The football match، مسابقه فوتبال، have finished، این هفشه، این هم پس پارتیسیپله. توی گزینه ها must و would و should و could و داده. خب نگفتیم would توی جمله شرطی میاد؟ این جمله شرطیه؟ میگید نه. خب پس would به احتمال زیاد حذفه. must استنباطه، should مصلحته، could تواناییه. با تک تک معنی میکنم ببینید کدوم درسته. با ماست، مسابقه فوتبال حتما تا حالا تموم شده، یعنی باید تا حالا تموم شده باشه. It started over 2 hours ago، بیشتر از 2 ساعت پیش شروع شد. با گزینه 3، مسابقه فوتبال بهتر بود تا حالا تموم بشه. چرا نشده؟ بیشتر از 2 ساعت پیش شروع شد. 4، مسابقه فوتبال میتونست تا حالا تموم بشه، یعنی ممکن بود تا حالا تموم بشه. بیشتر از 2 ساعت پیش شروع شد. یعنی چی؟ یعنی تموم نشده. یعنی گزینه های 3 و 4 میگن تموم نشده، گزینه 1 میگه 90% تا حالا تموم شده. کدوم گزینه درسته؟ گزینه 1 درسته، ماست درسته. چرا؟ استنباط میکنیم بیشتر از 2 ساعت پیش شروع شده، حتما تا حالا تموم شده دیگه. مسابقه بود 90 دقیقه است، وقت اضافهش هم در نظر بگیرید میشه 120 دقیقه، 2 ساعت. این بیشتر از 2 ساعت پیش شروع شده، پس حتما تا حالا تموم شده. حواستون باشه که ماست توی شرطی کامل استنباطه. Why didn't your friend Ali say hello when he entered the room؟ چرا دوستت علی وقتی اومد تو اتاق سلام نکرد؟ این didn't رو ببینید، چه زمانیه؟ گذشته. خب چون این گذشته است، به احتمال زیاد گزینه های 1 و 2 حذفن. چرا؟ جفتشون هم حالن، may not be و should not be. یا گزینه 3 may not have been، یا گزینه 4 should not have been. معنی کنم، چرا دوستت علی وقتی اومد تو اتاق سلام نکرد؟ با گزینه 3، احتمالاً حالش خوب نبوده. He may not have been feeling well، احتمالاً حالش خوب نبوده. با گزینه 4، بهتر بود حالش خوب نباشه. چرا حالش خوب بود؟ کدوم گزینه؟ 3، may not have been، احتمالاً حالش خوب نبوده. بهش خورده نگیر، طفلکی حالش بده، امتحانو مثلا خراب کرده یا مثلا مریضه. اوکی گرفتی؟ احتمال چقدر؟ احتمال 70%. 70% احتمال میدید که حالش خوب نبوده. این چیه؟ این مصلحت 100%ه. یعنی نباید حالش خوب میشد، برای چی حالش خوب بود؟ گزینه های 1 و 2 هم که حالن، با اون دیدنت جور در نمیان. اگه با این معنی بکنیم میگه چی؟ احتمالا حالش خوب نباشه. با گزینه 2، بهتر حالش خوب نباشه. کی؟ الان، در حالی که علی در گذشته وارد اتاق شده. بعدی، The refrigerator is full of fruit and vegetables. یخچال پر از میوه و سبزیه. خب My father to the store، پدرم به فروشگاه. 1، باید بره. 2، بهتره بره، این اجبار، این مصلحته. 3، باید میرفت، چرا نرفت. 4، باید رفته باشه، یعنی حتما رفته. کدوم گزینه؟ قطعا میگید 4.
آفرین به شما، 4 درسته. استنباط 90%، یعنی 90% استنباط میکنید که پدر رفته برای خرید فروشگاه. چرا؟ چون رفریجریتر، یخچال پر میوه و سبزیجاته، پس حتما رفته برای خرید. یادتون باشه که ماست توی شرطی کامل نشوندنده استنباط، نه اجبار. توی زمان حال نشوندنده اجباره، ماست گو. این ماست هف گانه، اینو فراموش نکنید. بعدی رو ببینید خواهش میکنم. Why didn't father answer the doorbell؟ کنگوراش هم که مشخصه دیگه، اجازه بدید من تکرار نکنم. چرا پدر جواب تلفن رو نداد؟ این didn't رو ببینید، چه زمانیه؟ گذشته. این گزینه های 3 و 4 رو حذف میکنه. چرا؟ برای اینکه جفتشون هم حالن. ببینید معنی کنم تا ببینید چرا باید حذف بشن. چرا پدر جواب زنگ در رو نداد با گزینه 3؟ احتمالاً صدای زنگ رو نشنوه. نداد، نشنوه. با گزینه 4، بهتر صدای زنگ در رو نشنوه. جواب زنگ در رو نداد، بهتر صدای زنگ در رو نشنوه. اینه، دیدید؟ حالا با گزینه 1، احتمالاً صدای زنگ در رو نشنیده، یعنی شاید نشنیده باشه. با گزینه 2، نباید صدای زنگ در رو میشنید، یعنی بهتر بود نشنوه. کدوم گزینه؟ خودشه. 1، احتمالاً صدای زنگ در رو نشنیده، احتمال 70%، یعنی 70% صدای زنگ. ممکنه 30% مثلا مشغول یه کار دیگه بوده، دستش بند بوده، نتونسته بیاد دم در، در رو واز کنه، ولی 70% احتمال میدید که صدای زنگ در رو نشنیده. 8 رو ببینید. My bag had disappeared. کیفم ناپدید شده بود، نبود سر جاش. It stolen by someone. stolen past participle. خب گزینه ها چی رو دارن؟ گزینه ها فعل کمکی رو با have دارن. خب این had disappeared رو ببینید، چه زمانیه؟ ماضی بعیده. یعنی چی؟ یعنی گذشته دور. خب کاریه که قبل از یه کار دیگه در گذشته انجام شده، یعنی قبل از دزدیده شدنش انجام شده. اوکی. خب نمیدونم حواستون هست که توی همه گزینه ها بی هست با پست پارتیسیپل، جمله مجهوله ها، حواستون باشه ها. اما خب خوشبختانه چیکار کرده؟ پست پارتیسیپلش رو اینجا داده و جالبه توی همه گزینه ها هم بی رو داده، یعنی خودش خود به خود مجهول و لو داده. خب این had disappeared که گذشته است، اگه گفتید کدوم گزینه ها رو حذف میکنه؟ قطعا میگید 1 و 2 رو. آفرین، چون حالا یا 3 درسته یا 4 درسته. حالا با هر کدوم معنی بکنید. 3 مصلحته، 4 استنباطه. کیفم ناپدید شده بود، غیبش زده بود. 3، بهتر بود به وسیله یه نفر دزدیده بشه تا دیگه از این کارا نکنه. میگید خنده داره. گزینه 4، حتما به وسیله یه نفر دزدیده شده. یعنی چی؟ باید به وسیله یه نفر دزدیده شده باشه. استنباط میکنید. 90% میگید حتما دزدیده شده. کدوم گزینه؟ گزینه 4. استنباط 90%. اون مصلحت 100%، باید دزدیده میشد. چرا دزدیده نشد؟ حتما دزدیده شده. دزدیده شده. بعدی، Mary's poor diet. دایت میدونید یعنی رژیم غذایی. Mary's poor diet یعنی غذای کم مری. The reason، دلیل برای frequent colds. یعنی چی؟ سرما خوردگی های پی در پی. Frequent یعنی پی در پی. حالا frequent هم نگیرید مسئله نیست، cold که بلدید یعنی سرما خوردگی. She catches in the last 6 months. توی 6 ماه گذشته سرما خوردگی داشته. خب چرا؟ چون غذا کم میخورده. درسته؟ گزینه های 1 و 3 هست میشن. چرا؟ اصلا can have been نداریم ما. چی داریم؟ can't have been داریم. استنباط 90% منفی. can't have been، اصلا can have been نداریم. گزینه 3 چرا حذفه؟ must یعنی چی؟ باید. have to یعنی چی؟ اونم یعنی باید.
گزینه 3 میدونید معنی چی میده؟ باید باید باشه. باید باید بشه. یعنی چی باید باید؟ ببینید باید باید. Must have to. چرته. خب ببخشید از این واژه استفاده کردم. واژه قشنگی نیست. واقعا بی خوده. یعنی چی must have to be؟ باید باید باشه. خب حالا یا 2 درسته یا 4 درسته. بذارید معنی کنم با هر کدوم. رژیم غذایی کم مری احتمالاً باید بشه، ببینید تو رو خدا، احتمالاً باید بشه دلیل سرماخوردگی های پی در پی 6 ماه گذشتهش. 6 ماه گذشته است، last 6 months. خب باید تازه بشه بوده با گزینه 4. رژیم غذایی کم مری حتما دلیل سرماخوردگی های پی در پی 6 ماه گذشتهش بوده، یعنی باید بوده باشه، یعنی استنباط 90%، یعنی 90% استنباط میکنیم که دلیل سرماخوردگی های پی در پی رژیم غذایی کم مری بوده، یعنی غذا کم خورده، میخواسته لاغر بشه، ضعیف شده، هی سرماخورده، ضعیف شده، هی سرماخورده، ضعیفتر شده، سرماخوردگیش بیشتر شده. استنباط 90%. گزینه 4 درسته. و My friend failed the test yesterday. دوستم دیروز تو امتحان رفوزه شد. چه زمانیه؟ failed، گذشته. این کدوم گزینه رو ممکنه حذف بکنه؟ نگاه کنید خودتون. must study، should study، must have studied، should have studied. گزینه های 1 و 2. چرا؟ چون جفتشون هم حالن. یا 3 درسته یا 4 درسته. حالا با همه گزینه ها براتون معنی میکنم. دوستم توی امتحان دیروز رفوزه شد. it's nothing unusual، چیز غیر عادی نیست. با گزینه 1. باید بیشتر درس بخونه. بابا رفوزه شد رفت دیروز، باید تازه بیشتر درس بخونه. که حتما میگید برای امتحان تجدیدی، بحث دیروزه ها. رفوزه شد رفت. با گزینه 2 بهتره بیشتر درس بخونه. بابا رفوزه شد رفت دیروز، تموم شد دیگه، امتحانی نمیخوام بگیرن ازش. که یه بار امتحان گرفتن، امتحان دیروز و رفوزه شد، شاید دیگه اصلا امتحان نگیرن. یه امتحانی بودی که مثلا فرض کنید هر 4 سال یه بار برگزار میشه، مثلا تافل و نمیدونم یه سالی یه بار برگزار میشه، تموم شد رفت. ببینید گزینه 1 و 2 نمیتونن درست باشن. گزینه 3 it is nothing unusual، چیز غیر عادی نیست. حتما بیشتر درس خونده، یعنی باید بیشتر درس خونده باشه. 90% استنباط میکنیم که بیشتر درس خونده. با گزینه 4 بهتر بود بیشتر درس بخونه. چرا نخوند؟ یعنی 100% نخونده. کدوم گزینه؟ میگید دقیقا 4 درسته. باید بیشتر درس میخوند، نخوند، رفوزه شد، چشش کور، دندش نرم. باید بیشتر یعنی 100% نخونده. متوجه شدی؟ پس یادمون باشه که شود و شودنت نشوندنده مصلحتن، کود و کودنت نشوندنده توانایی، می و مایت و می نات و مایت نات نشوندنده احتمالن، ماست نشوندنده استنباطه که اگر منفی بخواد بشه باید به صورت کنت به کار بره، و کود و مایت اگر با کارهای غیر ارادی به کار برن نشوندهنده امکانن. دوباره دوره کنین، بعد تمرین ها رو انجام بدید، هومورک ها رو. هومورک هم همش از بین سوالای کنکوری انتخاب شده، برای اینکه سوالای کنکوری توی زمینه شرطی کامل انقدر در واقع متنوع و زیاده که اصلا نیازی به تألیف نبود واقعا. خب شما میتونید مستقیما با سوالات کنکوری چالش بگیرید، پاسخ بدید، بعد پاسخنامه رو ببینید، هر کدوم که غلط بودن رو روش فکر بکنید. امیدوارم که این تست رو توی کنکور از دست ندید که به اعتقاد من 100% سوال خواهد اومد. موفق باشید. این پایان دستور زبان‌های پیش دانشگاهی بود. تا
برسیم به واژگان و متونش. تا دیداری دوباره، خدا نگهدارتون.